آیا تلسکوپ فضایی جیمز وب به ما دروغ میگوید؟ کالیبراسیون غیر دقیق تلسکوپ فضایی جیمز وب و ضعف مدل هایی که سیگنال های سیاره ای رو رمزگشایی میکنن میتونن به تولید داده ها و تفسیرهای اشتباه منجر شن. اخترشناسان به قدری مشتاق استفاده از تلسکوپ فضایی جیمز وب بودند که بعضیاشون تا حدی بیگدار و آب زدن. خیلی از پژوهشگران بلافاصله بعد از انتشار اولین مجموعه از تصاویر جیمز وب در 21 تیر تجزیه و تحلیل داده های تلسکوپ را شروع کردن و نتایجشون رو به سرعت توی پایگاه های داده پیش انتشار در دسترس قرار دادن. سلام، به چنل ساینتیا خوش اومدین. همراهان عزیز، اگه هنوز به چنل ما سابسکرایب نکردین اونو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم برای دیدن ویدیوهای جدیدمون روشن کنید. حالا با هم بریم به سراغ این که آیا تلسکوپ فضایی جیمز وب به ما دروغ میگه یا خیر؟ کالیبراسیون یه دانشمند پروژه عملیات‌های جیمز وب توی مرکز پرواز فضایی گادارد ناسا در مریلند میگه مؤسسه علوم تلسکوپ فضایی که اداره کننده جیمز وب از آن کرده که کالیبراسیون‌های اولیه تلسکوپ غیر دقیق بوده. بخش عمده این مشکل از این واقعیت ناشی میشه که جیمز وب تلسکوپ جدیدیه که جزئیاتش هنوز به طور کامل درک نشده. کالیبراسیون بحث برانگیز. تمام تلسکوپ ها باید کالیبره شن. این کار معمولا با رصد جرمی کاملا شناخته شده مثل کرکس نشسته که ستاره‌ای برجسته در آسمان شب انجام میشه. اخترشناسان به داده‌های جمع‌آوری شده به وسیله ابزارهای مختلف تلسکوپ نگاه میکنن و اونا رو با اندازه‌گیری ها از همون ستاره به وسیله بقیه تلسکوپ ها و استانداردهای آزمایشگاهی مقایسه میکنن. کار با داده‌های جیمز وب چندین نوع کالیبراسیون رو در بر می‌گیره، اما بحث الانمون اینه که درباره یکی از ابزارهای اصلی تلسکوپ به اسم دوربین فروسرخ نزدیک یا همون نیرکمه. در طول 6 ماه بعد از پرتاب جیمز وب، پژوهشگران مؤسسه علوم تلسکوپ فضایی تلاش کردند تا نیرکم رو کالیبره کنن، اما با توجه به الزامات تلسکوپ، اونا فقط فرصت داشتن تا تلسکوپ رو به سمت یک یا دو ستاره کالیبراسیون نشونه بگیرن و از بین 10 آشکارساز نیرکم فقط از یکی برای جمع‌آوری داده استفاده کنن. پژوهشگران بعدش کالیبراسیون 9 آشکارساز دیگر رو تخمین زدن. تفسیر اشتباه. توی مسیر تولید نتایج صحیح از جیمز وب، کالیبراسیون تنها مانع پیش رو نیست. جیمز وب علاوه بر دیدن ژرفای کیهان، جامدترین نما از اجرام واقع در کهکشان خودمون یعنی بعضی از 5000 سیاره فراخورشیدی کشف شده در راه شیری رو هم ارائه میده. اخترشناسان از دقت بالای تلسکوپ توی تجزیه نور برای رمزگشایی جو و اطراف بعضی از این جهانهای نزدیک بهره میبرن. ویژگی های جو این سیاره ها میتونه سرنخ‌های از چگونگی شکل‌گیری سیاره و نشونه های حیات احتمالی موجود در اون رو در اختیارمون قرار بده. با این حال بر اساس مطالعه‌ای از پژوهشگران MIT، ابزارهایی که اخترشناسان معمولا برای رمزگشایی سیگنال های مبتنی بر نور استفاده میکنن ممکنه برای تفسیر دقیق داده های جیمز وب به اندازه کافی خوب نباشن. به طور خاص پژوهشگران میگن مدل‌های کدری یا ابزارهایی که نحوه برهمکنش نور با ماده رو به عنوان تابعی از ویژگی‌های ماده مدل‌سازی می‌کنن ممکنه برای مطابقت با دقت داده‌های جیمز وب به بازتنظیم چشمگیر نیاز داشته باشن. پژوهشگران پیش‌بینی می‌کنن که در صورت اصلاح نشدن این مدل‌ها ویژگی‌های جو سیاره‌ها مثل دما، فشار و ترکیب عناصر اونها ممکنه تا 10 برابر کمتر از مقدار واقعیشون باشه. به پایان این ویدیو رسیدیم. حالا شما به ما بگین به نظرتون آیا چین به ابرقدرت فضایی تبدیل شده؟ خوشحال میشیم برامون کامنت بذارین و نظراتتون رو بگین. راستی اگه این ویدیو رو دوست داشتین فراموش نکنید لایک کنید و با دوستانتون به اشتراک بذارین. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.